دوستان سلام، امیدوار هستم که همه شما خوب و صحتمند باشین. خب دوستان عزیز، در این ویدیو میخوایم که نحوه استفاده از پروگرام کمتاشیا یا کمتاشیا را خدمت شما کار کنم. بعضی دوستان خبر داشته باشند که پروگرام کمتاشیا برای ویدیو ایدیتینگ و همچنان ریکورد کردن اسکرین کامپیوتر استفاده میشه و یک چیزی واضح است که اکثر اساتید کامپیوتر با این پروگرام کار کرده و آشنایی داره، اما به هر حالش از این پروگرام شما میتونین برای ادیت کردن ویدیو استفاده کنین و یا همچنان اگر شما بخواین یک درس را ثبت کنین. So let's get started working with this software. اما قبل از اینکه ما بخوایم از این سافتویر استفاده کنیم، شما باید مطمئن باشین که you have this program installed in your PC. When you click to open the software, این منو برای شما ظاهر میشه. You have three options here. First, new project. Here you're going to start a new project, new recording. You're going to record your screen and open project. If you have a project saved, you can open from here. خب ما اگه بخوایم یک درس جدید را بخوایم ثبت کنیم، پس روی نیو ریکوردینگ کلیک میکنیم. وقتی شما اینجا کلیک کردین، آپشنی که در قسمت پایین در کمتر شما میایه، اینجا چند بخش داریم. از قسمت اینجا که هست، وقتی کلیک میکنین شما اسکرین خود مثلا سلیک میکنین چقدر اسکرین شما مثلا ثبت شود. خب شما اینا the entire مثلا چی میگین، یا مثلا فول اسکرین میگین. وقتی فول اسکرین گرفتین، تمام اسکرین یا صفحه کمپیوترتون چیکار نه. از قسمت بالا هم شما میتونین، قسمت بالا یا پایین شما میتونین اسکیلی که بخواین در اسکرین شما ثبت شوه او را کم یا زیاد کنین. بخش دیگه که دارین اینجا کامره است. کامره رو شما میتونین روشن کنین یا خاموش کنین. از قسمت اگه شما کلیک کنین، میگین کامره نوعیت کامره خود انتخاب میکنین. خب شما اگه کامره را انتخاب کنین، اینجا کلیک کنین، مثلا کامره شما فعال میشه و اینجا شما میتونید تصویر ما را ببینید بخاطر اینکه کامره چی شد، فعال شده. خب ما میگیم کامره غیر فعال باشه. خب کلیک کنین، کامره را به شما غیر فعال میکنه. دیگه آدیو هست، مایک که مثلا امیالی که من صحبت میکنم صدا را میخوای ثبت کنه یا نکنه، دوست دارید شما میتونید از اینجا انتخاب کنین. شما میتونین مایک بیرونی هم یا اکسترنال هم داشته باشین، در اون صورت هم میتونین ازش استفاده کنین. و وقتی شما کلیک میکنین، یعنی صفحه تون ریکورد میکنین، فعلا صفحه ما یا اسکرین کمتر ما شروع به حالا ثبت کردن کرده است. خب فعلا اسکرین کامپیوتر ما حالا هر صحبتی که بکنیم یا مثلا هر کار یا فانکشنالیتی که انجام بدیم ما همش ریکورد میشه به شکل ویدیو. پس شما میخواین یک پرزنتیشن ریکورد بکنین، بعد به شاگردایتون راوند کنین یا آنلاین پرزنت کنین، پس دوست اگر درس شما به شکل ویدیو آماده کنین یا پرزنتیشن، خب شما درس پاورپوینت خود باز میکنین و مثلا ایره شروع به پرزنت کردن میکنین، اما میگین همیشه و در اخیر کلیک میکنین و بعد از او. یا مثلا اگر این آپشن هم نباشه، شما میتونین اگر کتاب پی دی اف داشته باشین، فرض کو خب مثلا امو کتاب خود زوم کنین در قسمت امو موضوعات که میخواین درس بدین به شکل واضح به شاگردای خود بدین. و بحث دیگه که شما میتونین از این پروگرام استفاده کنین، کسایی که مثلا کامپیوتر دست میده، معمولا پروگرام های مثل اکسل، فرض کو شما اگه بخواین اکسل درس بدین، معمولا اساتید کامپیوتر کار با این پروگرام بلد هست و بسیار میتونه با راحتی از این پروگرام استفاده کنه. خب اگه شما مثلا در صورت که ریکوردینگ شما تمام شد، شما میتونین دوباره کلیک کنین روی از این کلید و در قسمت پاز وقتی کلیک میکنین، اما خب شما میبینین که اینجا پاز کرد، یعنی متوقف شد. So here you can delete this one, you can resume your recording or you stop. اگه شما استاپ کنین، متوقف کنین، امو چیزی که شما ثبت کردین این متوقف میشه و وارد پروگرام میشین تا شما بتونین او را ادیت کنین. خب در قسمت ما میبینیم این فایلی است که ما قبلا ریکورد کردیم. اگه ما بخوایم پلی کنیم، فعلا صفحه ما
خب این سکرین بود که ما امیال ثبت کردیم. شما در قسمت اگر شما باز خواستین که ادیت کنین، در قسمت ریکورد میزنین و یک فایل دیگر مثلا اضافه میکنین دیشه. بعد قسمت میدیا است. میدیا همین میدیا که فعلا شما دارین اینجا حضور داره. در قسمت لایبراری ما مثلا بعضی آپشن های دیگر اضافه میتونیم، مثلا بیلدینگ، بعضی تصاویر اینا که هست شما میتونید چیکار کنین، اضافه کنین، مثلا هاوس، خانه رو اینجا چیکار کنین، اضافه کنین، یک شکل خانه مثلا اینجا میایه در قسمت، یا هر چیزی که شما بخواید، تنها اصلا بیلدینگ نیست اینجا، مثلا شما تقریبا بعضی چیزای آنلاین هم هست که شما میتونین دسترسی پیدا کنین و ازش استفاده کنین. خب مثلا انترو یا انترودکشنش چی به چه شکل باشه، خب شما بگین که این به این شکل باشه، کلیک کنین در اینجا انترویش من وارد میشه در قسمت کجا ما دوال میاریم. خب اینجا کلیک میکنیم، فرض کلیک کنین، کمتر ما شروع به حالا کمتر شد، شما میتونین این را چکار کنین، ایدیت هم بکنین، متن فرض کنین، اسمتون را نوشته کنین، یا هر کاری دیگه که باشه، یا به این شکل باشه، یا هر شکلی دیگه که باشه، از قسمت لایبراری شما میتونین آیکن ها را استفاده کنین. یا مثلا میوزیک هست، چک، شما مثلا یک موسیقی را میارین پشت در زمینه، خب شما کلیک کنین اینجا، وقتی کلیک کنین خب این موسیقی هم مثلا شما در بک‌گراند آوردین. بعد در قسمت ترانزیشن هست، یک ترانزیشن فرض کنین در قسمت شروع پروگرام شما چطوری شروع شوه یا ترانزیشن شوه بین دو فایل. اینجا مثلا ترک های مختلف داریم، ترک اول که هست تصویر هست، دوم آدیو هست، همی صدا مثلا بالا پایین میبرین. شما مثلا شما یک ترانزیشن آوردین در اینجا در قسمت اول چیکار کنین، اضافه کنین، خب شما کلیک کنین، بعد برین در قسمت اول از اینجا کلیک کنین. فعلا صفحه ما نحوه که مثلا فایل به نمایش گذاشته میشه قسمت به شکل قشنگ اینجا وارد میشه. بعد قسمت بیهیویر هست، بعضی متن رو شما اضافه میتونین از اینجا، انیمیشن هست، شما یک وقت بخواین انیمیت کنین فایل زوم شود، دوباره زومین شود، قسمت ها رو میتونین انجام بدین. و کسایی که مثلا کامپیوتر درس میده معمولا اونا از کرسر استفاده میکنن، کرسر مثلا میاره در قسمت فایل اضافه میکنن. وقتی شما خب فرض کنین در قسمت هستین، میبینین که ماوس، هر جایی که ماوس حرکت میکنه، حاجی که ماوس حرکت نه، بو به شکل یک رنگ زرد، یک حلقه دنبالش هست، و یک کرسر مگنیفایر هم شما میتونین ازش استفاده کنین. بعد آپشن های دیگه دارم، وایس نریتر، اگه شما بخواین یک ویدیو رو ثبت کنین بعدا بخواین توضیح بدین، وایس نریتر استفاده کنین. اینا بعضی سای آپشن های خیلی جالب و قشنگ هست که شما میتونین استفاده کنین ازش. خب اگر شما بخواین یک ترک دیگر اضافه کنین، یک فایل دیگر هم میخواین در قسمت میدیا برین، از اینجا میگین اد، وقتی اد کنین از کجا، از کامپیوتر یا از گوگل درایو، شما میتونین اضافه کنین در قسمت ایل به نام تایملاین میگه، شما میتونین از اینجا زومین کنین یا زوم اوت کنین به خاطر از این سهولت با کار شما در صورت که شما بخواین ادیت کنین. فرض کنید اگر شما یک قسمت از ویدیو خود مثلا اشتباه کرده باشین یا یک قسمت میخواین حذف کنین، در صورت هم نگران نباشین، امکان داره با کم داشتن، فقط همون جای انتخاب کنین، بعد دکمه دیلیت فشار بدین و همون قسمت جایی که اشتباه کردین پاک میشه، دوباره شما بیارین ایره درک کنین و با هم ترک ها رو وصل کنین. خب به اینا ترک های مثلا متفاوت که با هم شما یک جای میکنین و فایل شما ایجاد میکنین. اگر شما بخواین فایل شما فاینالایز شده، شما ادیت کردین، در صورت شما میتونین شیر کنین رو، اگر شیر کردین مثلا لوکال فایل بزنین، یا مثلا بعضی وبسایت های مثل یوتیوب هم هست، گوگل درایو میخواین آپلود کنین، یا هر کاری که انجام بدین میتونین از این شکلی. خب فرض کنین ما میخوایم در یوتیوب ایرا آپلود کنیم، وقتی کلیک کنین قبل از اینکه شما بخواید فایل خود را در یوتیوب آپلود کنین، باید ساین این کنین در یوتیوب، شما باید به اینترنت وصل باشین. و در قسمت شیر که هست، شما مثلا در لوکال فایل مثلا میخواین پروداکت را اکسپورت کنین، مثلا ما میگیم به این حالت باشه، یعنی اندازه و چه حجم ریزولوشنش، بعد قسمت نکست فلش تایتلش را نشه کنین و موقعیتش از انتخاب کنین و فینش بزنین. خب دوستای عزیز، فایل ما در حال تکمیل شدن است و 100% که شد فایل تکمیل میشه و اینجا هم پروژه است که ما مثلا کار کردیم و شما فعلا صفحه ما، خب همین ویدیویی است که ما ثبت کردیم، خب شما میتونین این را آپلود کنین در صفحات دیگر و ازش استفاده کنین. خب فلش میزنین به حالت دیگر، شما میتونین پروژه خودت چیکار کنین، اگر سیف کنین ذخیره میشه، اگر نه
میگیم ذخیره نشوه. خب امیدوار هستم که همه شما یک چیزی یاد گرفته باشین. Wish you all the very best. Love you to the moon and back. Take care.